امروز توی این ویدیو میخوام بهت یک سری تکنیک یاد بدم که این تکنیک ها به شدت قدرتمند و خطرناک هستن. یعنی این تکنیک ها رو نمیتونی برای هر کسی ازشون استفاده کنی، چون باعث میشه که به طرز باور نکردنی اون افراد جذب و شیفته تو بشن و تو خیلی راحت هر کسی رو که بخوای بتونی تحت تاثیر خودت قرار بدی و در واقع اونها رو اغوا کنی. پس پیشنهاد میکنم خیلی مراقب باشی. این ویدیو ارزش خیلی زیادی داره و شاید براتون سوال پیش بیاد که من چرا باید این نکات رو بدونم؟ آیا فقط به این درد میخوره که من بخوام یک نفر رو اغوا کنم، تحت تاثیر خودم قرار بدم، عاشق خودم بکنم؟ نه بچه‌ها، این تکنیک ها قدرتمندتر از اون چیزی هستن که شما فکر میکنید. من اگر به عنوان یک انسان یاد بگیرم و دانش و آگاهیم رو راجع به ذات و هویت یک انسان دیگه بالا ببرم، خیلی راحت میتونم دایره از ارتباطات با آدم های دیگه بسازم. در واقع من یاد میگیرم با هر آدمی چطور باید رفتار کنم و یک سری غرایز مشخصی توی همه انسان ها وجود داره که اگر من به عنوان یک انسان بدونم خیلی راحت تر میتونم توی این اجتماع کارهامو پیش ببرم، طریقی که میخوام به هدفم برسم مشخصتره، راحتتره و همونطور که گفتم قدرت بیشتری در اختیار دارم، چون قدرت ما چه بخوایم چه نخوایم وابسته به آدمهایی که داریم باشون زندگی میکنیم. تکنیک اول اینه که انگیزه و نیازهای دیگران رو شناسایی کنید. ببینیم بچه ها، ما زمانی که یک آدم جدید رو میخوایم ملاقات کنیم یا با آدمهای آشنا و قدیمی زندگیمون میخوایم وقت بگذرونیم، با اونها مکالمه کنیم، 90% حواسمون همیشه پیش خودمونه. چطوری؟ مثلا من دارم یه آدم جدید رو الان ملاقات میکنم، دارم به این فکر میکنم که آیا ظاهر من خوب هست؟ آیا مثلا این کفشم خوبه؟ یا مثلا چرا به جای این لباس اون لباس رو نپوشیدم؟ و همش دارم راجع به این فکر میکنم که الان من چطور به نظر میام. به عنوان مثال زمانی که دارم با یک نفر صحبت میکنم دارم به این فکر میکنم که خب من چرا فلان جا اون حرفو زدم، طرف داره صحبت میکنه، طرف داره با من ارتباط برقرار میکنه و این بهترین موقعیته که من کامل حواسم رو به این فرد بدم. من همه حواسم همیشه پیش خودمه و این باعث میشه نکات مهمی رو از آدم ها جا بندازم و از دست بدم. من اگر یاد بگیرم زمانی که یک نفر داره با من ارتباط برقرار میکنه حواسم رو از خودم بردارم و کل حواسم رو بدم به اون فرد، کامل میتونم تمام نیازها و انگیزه های اون فرد رو شناسایی کنم. فقط با درست گوش دادن، فقط با دقیق و ریز شدن میتونم بفهمم که طرف تو چه بخشایی از وجودش حتی مشکل داره، تو چه بخشایی خوب میتونه عمل کنه و این اطلاعات میتونه خیلی به من کمک کنه. میتونه من کمک کنه با اون آدم ارتباط بهتری بسازم. میتونه من کمک کنه که یاد بگیرم چطور میتونم به قلب این آدم نفوذ کنم. ولی متاسفانه در 90% مواقع ما این موقعیت رو از دست میدیم. پس از این به بعد حواستون به این نکته باشه، زمانی که دارین با آدم‌ها ارتباط برقرار میکنین حواس و کل توجهتون رو بدین به اون آدم، تمرکزتون رو از خودتون بردارین و کل تمرکزتون رو بذارین رو اون فردی که الان باهاش در حال ارتباط هستین. این باعث میشه که اون آدم مثلا احساس شدید خوشحالی رو تجربه کنه زمانی که ما میبینیم که از طرف مقابلمون داریم شنیده میشیم، عمیقا داره به ما توجه میشه، احساس شدید رضایت و خوشحالی میکنیم و همین باعث میشه که طرف مثلا ناخودآگاه به تو علاقه‌مند بشه و همین باعث میشه که بیشتر و بیشتر دلش بخواد با تو صحبت کنه، بیشتر و بیشتر بخواد با تو احساس راحتی کنه، چون داری سرشار از احساس خوب میکنی اون آدم رو. تکنیک دوم اینه که یک حاله از رمز و راز توی وجودتون ایجاد کنین. ببینین کلن من چون دارم راجع به ذات انسان ها با تون حرف میزنم، ما انسان ها به طور طبیعی جذب چیزی میشیم که راجبش کنجکاو بشیم، راجبش یک مقدار بخوایم فکر کنیم، یک مقدار برامون نامفهوم و گنگ باشه
و شما اگر به یک باره این رمز و رازی که توی وجودتون هست و میتونین به وجود بیارین رو از بین ببرین، در واقع اون قدرت فکر کردن و کنجکاوی رو توی اون فرد کشتین. همیشه سعی کنید راجع به قسمتی از وجودتون برای اطرافیانتون یک علامت سوال بذارین و اون علامت سوال رو بذارین در طی زمان حل بشه. اگر ایجاد سوال میکنین، اگر ایجاد رمز و راز میکنین، جواب اون مسئله رو به یک باره جلوی اون فرد نذارین. چون زمانی که من در پی جواب دادن پی یک سوال هستم، اگر همون موقع جواب به من داده بشه، باعث میشه که خیلی راحت اون مسئله و جواب و کلش رو فراموش کنم. ولی اگر کمی راجبش فکر کنم، باعث میشه که این مسئله توی ذهن من موندگار بشه و همین یعنی موندگاری شخص شما. اطلاعاتتون رو به یک باره در اختیار آدم‌ها قرار ندین. بذارین اونها درخواست کنن و در پی این باشن که بدونن. حالا ممکنه براتون سوال پیش بیاد که چطور ایجاد رمز و راز کنم اصلا در شخصیتم، در کاراکترم؟ چطور میتونیم ایجاد رمز و راز کنیم با متناقض رفتار کردن؟ بچه‌ها من تمام این حرفایی که میزنم به این معنی نیست که حالا حیله‌گر باشین، بد رفتار کنین، دروغگو باشین، نه. کاش مثلا سوء تفاهم براتون پیش نیاد این که من مثلا میگم متناقض رفتار کنیم. متناقض رفتار کردن یعنی چی؟ یعنی من یک روندی رو توی رفتار توی شخصیتم پیش میبرم و خب این بخشی از کاراکتر و شخصیت منه. آدم ها بر اساس اون بک‌گراندی که دارن، اون تجربیاتی که در گذشته دارن، سریع با دیدن من یه لیبل میزنن. خب اون لیبلی که رو من میزنن همه هویت من نیست. در واقع اونها بر اساس اون چی که توی ذهن خودشون ساختن میان من میذارن توی مثلا کاتگوری. خب و من اگر بخوام مثلا جوری رفتار کنم که برم در سمت یک کاتگوری، برای آدم ها خیلی آسون، قابل فهم و بدون پیشبینی میشم. ولی اگر من کمی متفاوت تر رفتار کنم، باعث میشه که اون آدم گیج بشه، به شواهدی که از من توی ذهنش تقسیم بندی کرده شک کنه و خیلی راحت نتونه روی من لیبل بزنه. مثلا طرف میاد دوتا برخورد با من داشته، میگه ببین ملیکا خیلی شخصیت آرومی داره و به نظر نمیاد که خیلی زود بخواد عصبانی بشه و خیلی آدمی به نظر میاد که با گذشتیه و انگار که دیر نسبت به چیزی واکنش میده. اون چند برخورد با من به این نتیجه میرسه. اما من یک سری قوانین و یک سری حد و مرز دارم که به شدت نسبت به اونها سختگیر هستم و اینجا ممکنه که یک رفتار و یک ریاکشن من نسبت به اون حد و مرزهایی که به شدت روشون حساس هستم و از خودم بروز میدم تو مواقعی که این حد و مرزها ازشون گذشته میشه، اون آدم رو شوکه کنه، گیج کنه و براش کلی سوال به وجود بیاره و گاه اون آدم رو محتاط تر کنه. پس سعی کنید که همه بخشای وجودتون رو به یک باره تقدیم به یک نفر نکنید. همه بخشای وجودتون قابل شناسایی نباشه. شما میتونین 1000 چپتر داشته باشین و این 1000 چپتر رو هر جلسه با یک چپتر آدم ها رو سورپرایز کنین. این اجازه رو ندین که قابل پیش بینی رفتار کنین. یعنی طرف همیشه باید براش نقطه ابهام از رفتار کردن و ریاکشن شما توی ذهنش داشته باشه. سعی کنید که همیشه به یک روش بازی نکنید و شیوه بازی کردنتون رو تغییر بدین. زمانی که یک نفر داره پوکر بازی میکنه، اگر همیشه به یک روش بازی کنه و استراتژی بازی کردنش به یک طریق باشه، دستش رو میشه و از بازی خط میخوره. تکنیک بعدی اینه که از کاریزما استفاده کنین. یکی از راهایی که باعث بالا بردن و بیشتر کردن کاریزمای شما میشه اینه که مهارت‌های اجتماعیتون رو توسعه بدین. بچه‌ها همیشه آدمی باشین که حرف برا گفتن داره، همیشه آدمی باشین که گوشش حرفای زیادی رو شنیده، چیزهای زیادی رو دیده و همیشه توی زندگیش به یک مهارت بسنده نکرده. 4 تا چیز دیگه هم رفته یاد گرفته، 4 تا کار بلده، 4 تا برگ برنده توی دستش داره که اونها رو مواقعی که مثلا نیاز شد رو کنه. سعی کنید که وسعت فکریتون رو بالا ببرین، بدون هیچ گاردی، بدون هیچ تعصبی بتونین به همه حرفا گوش بدین و به نتیجه گیری تو ذهنتون برسین. یاد بگیرین کارهای جدید رو امتحان کنین و از اون کار جدید یه برداشت،
یه حرفه و یک چیزی در بیارین که به دردتون میخوره. از آدم‌های مختلف زندگیتون به راحتی نگذرین. بریم ببینین که اون آدم چه حرفی برای گفتن داره که ارزش شنیدن داره. شاید 90% مواقع حرفاش چرت و پرت باشن ولی 10%ش درست باشه. تو اون 10% رو ازش بگیر. اینجا رو پر کن. کتاب تا میتونید زیاد بخونین. شاید زمانی که الان کتاب رو وا کردی و میخوای کتاب بخونی، همون لحظه به دردت نخوره، همون لحظه موقعیتی پیش نیاد که بخوای از اون مهارت‌ها، از اون چیزهایی که یاد گرفتی استفاده کنی، ولی یه روز توی موقعیتی تمام این چیزهایی که یاد گرفتی، تمام این چیزهایی که بلد هستی و میدونی به کارت میان و این جذابیت تو رو چندین برابر میکنه. از همین امروز شروع کنین روی مهارتاتون کار کنین، روی دانشتون کار کنین، روی آگاهیتون نسبت به مسائل مختلف کار کنین، راجع به همه چیز سعی کنین یه تیکه از اون بخش رو بدونین. نیاز نیست به صورت تخصصی بریم مثلا راجع به مثلا علم فیزیک بخونین، ولی 4 تا چیز از علم فیزیک بدونین. و وقتی که توی موقعیتی قرار گرفتین که لازم بود شما صحبت کنین و لازم بود که راجع به مسئله نظر بدین و لازم بود که حرفی بزنین، جوری بچه ها جوری لول و شخصیتتون میره بالا، جوری جذابیتتون به یک باره میره بالا که اون وقت میتونین بر من دعا کنین. چون واقعا مطمئنم خیلی موضوع میتونه توی شخصیتتون، توی لولتون به دردتون بخوره. تکنیک بعدی اینه که کسی رو که میخواین به خودتون جذب کنین و تحت تاثیر قرار بدین، رفتار اون فرد رو منعکس کنین. معمولا آدم ها با ما جوری رفتار میکنن که دوست دارن باشون رفتار بشه و یک نشونه هایی به ما میدن که ببین من دوست دارم که با من اینطوری رفتار بشه، این مثلا مسئله خیلی برای من مهمه. دقیقاً همون اول خودشون اطلاعاتی که راجع به خودشون هست رو دارن شو میکنن. طرف به تو نشون میده که چه مسائلی براش مهمه، طرف به تو نشون میده، تو مسیر رو بهت نشون داره میده که چه چیزهای اون آدم رو مثلا جذب میکنه. و درست همون طور که جذب میشه و همون طور که اون ملاکا براش مهمه داره با تو رفتار میکنه. تو اگه یکم تیز باشی و اون نشونه ها رو برداشت کنی و منعکس کنی، بسیار تکنیک قوی هست که میتونی اون فرد رو جذب خودت کنی. مثلا به عنوان مثال خیلی سطحی و کوچیک میزنم، طرف مثلا با تو آشنا شده، داریم مثلا اون به تو تکست میده، تو به اون تکست میدی. زمانی که تو به اون فرد تکست میدی، میبینی که در کمترین زمان ممکن همیشه تکست های تو رو جواب میده. این خودش یک نشونه است که من برام مهمه که طرف مقابلم جواب مثلا پیام منو زود بده و چون خودش داره این کارو میکنه، میخواد به تو یک سیگنال بده که ببین این برای من مسئله مهمیه. و اگر تو این رفتارمون رو به راحتی متوجه بشی و بازتاب کنی، در واقع نصف راهو برای رفتن توی دل اون آدم پیدا کردی. تکنیک بعدی اینه که از عنصر احساسات استفاده کنیم. ببینیم بچه ها، ما انسان ها از بُعد احساسی یک مقدار تحریک پذیرتر هستیم. مثلا اگر من یک درخواستی از تو بکنم و درخواستم خیلی ساده و محترمانه و نمیدونم خیلی خشک و خالی باشه، تو خیلی راحت تر به من نمیگی تا اینکه من یکم بهش چاشنی احساسات رو اضافه کنم و بخوام احساسات تو رو ترغیب کنم. این کار درستی نیست که ما همیشه بخوایم مثلا احساسات دیگران رو جریحه دار کنیم تا به خواستهامون برسیم. ولی بعضی وقتا دونستن این موضوع که احساسات بخش مهمی توی تصمیم گیری ها، توی انجام کارها دارن، این دونستن این موضوع خیلی میتونه به من کمک کنه. و اگر بخوام برات مثال بزنم، یه تکنیکیه که تو فضای مجازی خیلی ازش استفاده میشه. مثلا یه بلاگر یا اینفلوئنسری میخواد یه محصولی به شما بفروشه، توی 2-3 تا استوری قبل میاد در شما احساس نیاز به وجود میاره، یا احساس رضایت یا شادی. اگر شما از این محصول استفاده کنین، مثلا تو جمع اطرافیانتون بهتر میشین، نمیدونم لبخندتون قشنگتر میشه، یا اگر استفاده نکنین ممکنه عقب بیفتین، این اتفاق بیفته، احساس ترس. در واقع از روزنه‌ای که احساسات شما تحریک میشه وارد میشن و به خواستشون میرسن و گاه احساس ترحم شما رو میخرن، گاه احساس رضایت، گاه احساس ترس. ولی روندش از همین طریقیه که من به شما گفتم. چون شما در چه صورت میتونید متقاعد بشین که اون محصول رو بخرید؟ از همین طریقی که من گفتم، در صورتی که یک احساس نیاز، یک احساسی در شما برانگیخته بشه و به خاطر پاسخ دادن به اون نیاز شما میرین اون کار رو انجام میدین. حالا اینجا که من به شما گفتم که از طریق احساسات وارد بشین، میتونین توی روابط عاطفیتون از این تکنیک استفاده کنین. مثلا خیلی‌ها اسم اینو میتونن بذارن سیاست.
یه نفر یه خواسته ای از پارتنرش داره، یه خواسته ای مثلا خواستش هم معقوله، خدایی بد نیست، ولی مثلا شیوه بیانش متفاوته، مثلا بلد نیست چطوری خواستش رو بیان کنه و خیلی یک جوری مثلا با لحن کنایه آمیز و نمیدونم با لحن خشن و نمیدونم با مثلا نگاه بالا به پایین میره همچین درخواستی میکنه، خب معلومه اون طرف میگه نه. ولی کمی اگر چاشنی احساسات رو بتونه توی این درخواستش، توی اون حرفی که میخواد بزنه وارد کنه، در واقع قلب اون آدم رو تکون میده، یا حتی توی حرف زدن عادی مثلا من دوستت دارم مثلا چه تأثیری داره، یا اینکه تو قبلش مثلا چند تا بک‌گراند ساخته باشی، مثلا بگی که دیدی فلان جا مثلا من اونجا این کار رو کردم، یا مثلا دیدی اون اتفاق افتاد، زمین سازی کنید و بعد از چاشنی احساسات استفاده کنید و اون علاقه که میخواییم به اون طرف بگین دارین، اون دوست دارمی که میخواییم بگین رو بگین، به یک بار نرین سراغ داستان و همین باعث میشه که شما متفاوت تر رفتار کنین، عاقلانه تر رفتار کنین، آگاهیتون بالاتر روشه نسبت به همین مسائل به این کوچیکی. و مثل همیشه مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. اونایی که این ویدیو رو تا آخر دیدن این زیر کامنت بذارن، کلمه آخر رو بنویسن، ببینم کیا تا آخر اینو گوش دادن و اینکه دوستتون دارم. خیلی مراقب خودتون باشین، توی ویدیو بعدی میبینمتون. خدافظ.